سر خط خبرها. گسترش سیل به 13 ولایت افغانستان، بیش از 150 نفر جان باختند، 1500 خانه ویران شده. خبر می‌زنم به بنده. اش خبر زدن به این بدبختا، به این مردم، به این بچه‌ها. نگاه کنید. کدوم کشور اسلامی این کارو می‌کنه؟ بچه‌ها ببین. درگیری ماموران با ساکنان یک روستای حاشیه اهواز در پی ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان. بنیاد میگوید تخریب خانه ها فعلا متوقف شده. طرح رئیس جمهوری فرانسه برای کمک بین المللی به لبنان. حسابرسی از بانک مرکزی و تشکیل دولت موقت کارآمد از جمله شرایط مکرون هستند. و حبس ابد برای عامل کشتار 51 نفر در دو مسجد نیوزیلند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. سرازیر شدن سیل در 13 ولایت افغانستان دست کم 150 نفر را کشته و 260 نفر را زخمی کرده است. عملیات امداد و نجات در ولایت پروان که بیشترین آسیب را دیده از دیروز ادامه دارد. دولت از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرده. هلال احمر ایران هم برای کمک به سیل زدگان اعلام آمادگی کرده است. روین رهنوش خبرنگارمون در کابل از جزئیات شرایط بعد از سیل میگوید. ناجی، همونطور که گفتی در جریان این دو روز در 13 ولایت افغانستان سیلاب جاری شده که از این میان در 6 ولایت تلفات نداشته، اما در 7 ولایت هم تلفات داشته و هم خسارات. پروان با بیش از 100 نفر تا به حال بیشترین تلفات ثبت شده. بعد از پروان گفته شده که در ولایت کاپیسا 30 نفر جانشان را از دست دادند و در ولسوالی سروبی کابل هم 19 نفر جان باختند و همینطور به ترتیب در ولایت‌های دیگر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگه که احتمال افزایش این آمار تلفات هنوز هم وجود داره. سیلاب ها خسارات هنگفتی را هم تا به حال وارد کرده که وزارت دولت در امور حوادث تا به حال 1000 جریب زمین و تخریب 1000 جریب زمین و 500 خانه را به ثبت رسانده. آسیب دیده ها بهشون رسیدگی تا حال چطور بوده روین؟ وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگه که عملیات برای کمک به آسیب دیده های پروان و دیگر ولایت ها جریان دارد. تا به حال به گفته این نهاد به 5000 خانواده کمک شده. به خانواده هر قربانی گفته شده که 50000 افغانی پول نقد داده میشه و به خانواده هر زخمی هم 25000 افغانی در نظر گرفته شده. شماری از چهره های مشهور هم تا به حال کمک کردن و به آسیب دیده های پروان و در شبکه های اجتماعی هم شهروندان کارزارهای را راه اندازی کردن به خاطر جمع‌آوری کمک البسه و مواد غذایی برای آسیب دیده ها. روین رهنوش بود در کابل. وحید صدیقی ساکن ولایت پروان هم از وضعیت این منطقه بعد از سیل به ما گفت. متاسفانه صبح زود روز چهارشنبه سیلاب های مدهشی بر مرکز ولایت پروان سرازیر شد که با تاسف فراوان قربانیان فراوانی از مردم پروان، مشخصا از شهر چاریکار گرفت که در این میان تا این دم که من برای شما صحبت میکنم نزدیک به 100 تن شهید و بیشتر از 100 تن و 110 تن زخمی از این رویداد به جا مانده. و متاسفانه هم اکنون هم که من در حال صحبت با شما هستم، جستجو برای دریافت اجسادی که در زیر آوار باقی ماندن ادامه دارد. البته آماری که شما گفتید رو دقیقاً ما نمیتونیم که تایید بکنیم، آمار هم در حال تغییر هستش آقای صدیقی، ولی شما که در منطقه هستید، کسانی رو که بهشون آسیب رسیده، نیازمندی های اصلیشون چه بوده و چقدر گروه های امداد دولت چقدر تونسته به این نیازها رسیدگی بکنه؟ خب به دلیل از اینکه سیلاب هایی که به پروان سرازیر شد،
در کاتگوری های مختلف افراد را و باشنده های پروان را متضرر ساخت. در کاتگوری نخست کسانی که متضرر شدند تمام دار و ندار زندگیشان را از دست دادند به شمول اعضای خانوادهشان. بنابراین نیازهای ابتدایی این افراد سرپناه است، غذا است و در حال حاضر آب است که متاسفانه در روزهای عادی هم آب در شهر چاریکار زیاد با آسانی قابل دسترس نیست. هم اکنون مردم با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. در بسیاری از نقاط هنوز جستجوی افرادی که زیر آوار باقی ماندن ادامه داره و همچنان مردم نگران بازمانده و نگران اقارب و اعضای خانواده هایشان هستند. خبرنگارمون ارشاد هنریار گزارشی در این باره که تهیه کرده که دعوت میکنم با هم ببینیم. مرکز پروان یک روز پس از سیلاب خانه برانداز، ولایتی که بیشتر از هر جای دیگر افغانستان تلفات دارد و خسارت دیده. دولت اعلام کرده سیلاب در پروان در کنار تلفات انسانی 1500 خانه را خراب کرده و هزاران نفر را درمانده، بی خانمان و بی خانواده. 11 نفر فامیل عزیز دادیم، یک تاش زخمی است، دیگرش مرده دیگه. فعلا دو تام ناپلید است، بودم میپلیم تا بیافت. نمی پنجره ورسیده، ما محکم گرفتم. خدا را یاد کردم، اینجا ششتم که خدا سرم روشنی کرد که این دو تا بچه همی دامات ما آمد که تا خورزاده که ما را از این پنجره خلاص کرد، اصیل کشیدند. تلاش برای بیرون کشیدن گیرماندگان از دیروز تا کنون ادامه دارد. کسی کودکش را گم کرده، کسی همسر و مادرش را. اندک اندک بیشتر مردم از زنده پیدا کردن گمشدگانشان تحت امید کردند. اونو که بدن گفت 7 نفر اونجا مونده است، 6 نفر ده او بالا مونده است، 9 نفر اینجا مونده ده ای خانه. زنان و کودکان بخش عمده قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان هستند. اما قصه ویرانی این سیلاب ها تنها به پروان خلاصه نمی شود. پای سیل به حدود 13 ولایت دیگر هم رسیده و قربانی گرفته. تعداد شهدای ما در پکتیا 1 نفر، در قندهار 2 نفر، در پنجشیر 3 نفر، در میدان‌آوردک 7 نفر، در کاخسا گزارش گسترده شده 17 نفر ما داریم و همین هم در کابل هم متاسفانه در گزارش که ما داریم تعداد شهدای ما در کابل و 19 نفر برسند. شمار از نهادهای خصوصی هم در کنار دولت دست همکاری به آسیب دیدگان داده. همینطور دولت گفته هم احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد و هم خطر سرازیر شدن سیل در نقاط دیگر کشور. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. در خوزستان مردم یک روستا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ساکنان روستای ابوالفضل میگویند ماموران به سمت آنها گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور شلیک کردند. هرچند مقام‌های محلی مدعی‌اند که فقط تیر ساچمه‌ای هوایی شلیک شده. بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت زمین‌های این منطقه است و قصد تخریب خانه‌های آن را دارد. این بنیاد گفته موقتاً تخریب را متوقف می‌کند تا خانواده‌های محروم این روستا به منطقه دیگر منتقل شوند. باران عباسی گزارش می‌دهد. روستای ابوالفضل در استان خوزستان، درگیری نیروهای امنیتی با ساکنان منطقه این محروم که برای جلوگیری از تخریب خانه‌هایشان آمدند. روستایی که بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است. نهادی ثروتمند که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. تیراندازی ساچمه چیز اشکاور. فعالان حقوق بشر می‌گویند 10 نفر زخمی و بسیاری بازداشت شدند. اشکاور زدن به این بدبختا، به این مردم، به این بچه‌ها. نگاه کنید کدوم کشور اسلامی کار می‌کنه. این بچه‌ها رو ببین، یه نگاه بکن به این بچه‌ها. روستای ابوالفضل به وسعت 25 هکتار در حد فاصل شهرستان زردشت و پدافند کیان شهر اهواز، با تنها 300 خانوار. ساکنانی که میگویند همین حالا هم بعضی از خانه هایشان تخریب شده. میگویند بنیاد مستضعفان مانع ارائه خدمت و کد روستایی به این مردم شده تا آنها را مجبور به رفتن از اینجا کند. حرفی که فرماندار اهواز تکذیب کرده.
روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز وجود ندارد، اما یک سکونتگاه به این نام هست که جایگاه رسمی و قانونی در تقسیمات کشوری ندارد. زمین‌های این منطقه توسط افرادی فرصت طلب تصرف شده که خرید و فروش و ساختمان سازی غیرقانونی در آن انجام می‌شود. روستاییان اما می‌گویند بیش از 3 دهه اینجا زندگی کردند. بیشترشان کشاورز و کم بضاعتند و جایی برای رفتن ندارند. نگاه کنید پازلمون، خونه‌هامون رو ببینید، به خدا به قرآن 15 سال داریم توی دونه اتاق زندگی می‌کنیم. من و شوهرم و 2 تا بچه‌هام. جایی که دستمون رو بگیرن، جایی که کمکی به مردم بکنن. راست نگاه کنید. پازلمون اینه، نه گازی، نه اسفالت. اقدام بنیاد مستضعفان در تلاش برای پس گرفتن زمین‌های این روستا تنها چند هفته بعد از سخنان جنجالی رئیس این نهاد در تلویزیون ایران. اینکه زمین‌هایی به قیمت میلیاردها تومان از اموال این بنیاد در دست افرادی است که به هسته مرکزی قدرت نزدیکند. مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. یعنی تا این لحظه که من صحبت می‌کنم هم علارم همه چش و گوسا برنگشته. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان. یه ملک خوب ما در جماران دست سپاه ولیعمر. آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ سخنانی که رئیس بنیاد مستضعفان بعداً به خاطرش عذرخواهی کرد. هدف من این بود که بگم ما در زمین پیگیر املاک جدی هستیم. هدف همین بود. بعضاً شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعاً عنوان شد، یا خطای کلام بنده، یا یه جا من نتونستم جانب انصاف را رعایت کنم، یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. بعضی اما این سخنان را نشانه ناتوانی بنیاد مستضعفان در مقابل فشار مقام‌های سیاسی فعلی و پیشین می‌دانند. صفی که هنگام ایستادن در مقابل مردم مستضعف روستای ابوالفضل نشانه ای از آن به چشم نمی‌خورد. نگاه کن. یوهی ریختن سرمون. کربلا است اینجا کربلا. بعدی هم باران عباسی بی بی سی. به گزارش خبرگزاری رویترز، مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نقشه راهی برای سیاستمداران لبنان تهیه کرده و در آن از اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی نام برده که باید اجرا شود تا لبنان بتواند از کمک‌های مالی خارجی بهره مند شود. از جمله شرایط او حسابرسی از بانک مرکزی، تشکیل دولت موقت برای اجرای اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی در عرض 1 سال است. بحران سیاسی و اقتصادی لبنان در پی انفجار شدید اخیر در بیروت تشدید شد. علی صدرزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب از فرانکفورت با ما هستن. آقای صدرزاده، بیشتر میشه بگید از این اصلاحاتی که امانوئل مکرون پیشنهاد میکنه به بیروت؟ اگر به خاطر داشته باشید، آقای مکرون 4 روز بعد از اون انفجار فاجعه‌آمیز به بیروت رفت و اونجا یک اولتیماتوم داد، یک اخطار داد. گفت من روز اول ماه سپتامبر میگردم و تا اون زمان شما بایستی که یک کارهایی کرده باشید تا لبنان نجات پیدا بکنه. حالا همونطور که شما گفتید، این برنامه راهی رو که آقای مکرون اون زمان شفاهی به سیاستمداران لبنان گفته بود، الان تقریبا رسما از طرف دفتر آقای مکرون اعلام شده و جزئیاتش هم شما شمردید. چون بانک مرکزی لبنان در حقیقت مرکز فساد و علت اصلی پایین آمدن قیمت ارز لبنان شده، یکی این مسئله است. دوم این است که آقای مکرون اصرار داره که اون نخبگان سیاسی که تا به حال در سر قدرت بودن در لبنان اون دیگه نمیتونن سر قدرت باشن، چون اونها در حقیقت مؤسس و باعث این بدبختی هستن و باعث یک دولت به اصطلاح معمولی از خبرگان و غیر وابسته به احزاب و این گروه های سیاسی به وجود بیاد. ظاهرا موفق نشده که آقای مکرون این نخبگان لبنان رو قانع بکنه که از قدرت دست بردارن. بعدم گفته که بایستی که این یک دولت به اصطلاح غیر وابسته سرکار بیاد، متخصصین باشن و سریعا انتخابات برگزار کنن. ظاهرا به خواستش نرسیده. به همین علت هم وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفتش که لبنان در آستانه نابودی است، یعنی در حقیقت این پیشنهادات رو نپذیرفته و وقتی این پیشنهاد رو نپذیره معمولا کمک‌های خارجی هم به لبنان نخواهد آمد و در نتیجه بحرانی رو که لبنان داره پایان نخواهد گرفت.
متشکرم از شما علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. شمار قربانیان سیل دو روز گذشته در افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده و بیش از 1500 خانه هم در 13 ولایت آسیب دیده. نیروهای امنیتی با اهالی یک روستا در حومه اهواز درگیر شدند. بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های این منطقه است، گفته تخریب خانه‌ها را موقتاً متوقف کرده تا ساکنان به منطقه دیگر منتقل شوند. در ادامه برنامه، حبس ابد برای عامل کشتار در دو مسجد نیوزیلند. شهرک نوشا در ایالت ویسکانسین آمریکا دیشب برخلاف سه شب قبلی شاهد تظاهرات آرام علیه خشونت پلیس و نژادپرستی بود. نارامی بعد از آن شروع شد که پلیس برای بررسی یک دعوای خانگی به محلی در شهر رفت و از فاصله نزدیک یک مرد سیاه‌پوست را که ظاهراً غیر مسلح بود با 7 گلوله کشت. این تازه‌ترین مورد نارامی‌های نژادی در آمریکا است، ولی این بار تیم‌های بزرگ ورزشی آمریکا هم به اعتراض برخاستند. کسری نانجی گزارش می‌دهد. تظاهرات دیشب در کنوشا آرام بود، اما خشم تظاهرکنندگان فروکش نکرد. کسانی که می‌گویند از خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان خسته شدند. کسانی که می‌گویند جان سیاهان اهمیت دارد. راهپیمایی دیشب در ساعات اول بامداد به پایان رسید بدون هیچ خشونتی. این خبرنگار شبکه CBS آمریکا، شبکه شریک BBC در محل، که میگوید همه چیز آرام است. افراد پلیس و گارد ملی کنار ایستادند و اجازه دادند که تظاهرکنندگان از حقشان برای تظاهرات آرام استفاده کنند. شهر آرام است. برخلاف شب قبل که گروهی از سفیدپوستان مسلح به تفنگ‌های خودکار به بهانه دفاع از داراییشان در مقابل ساختمان‌ها ایستادند و باعث تنش بیشتر شد. دو نفر در تیراندازی‌های یکی از این افراد کشته شد. واقعی که به خشونت بیشتر و آتش‌سوزی‌های بیشتر منجر شد. رئیس جمهوری آمریکا در پی این حوادث در توییتر نوشت که افراد بیشتری از گارد ملی را به کنوشا می‌فرستد برای برقراری نظم و امنیت. و جو بایدن رقیب انتخاباتی او گفت اعتراض به خشونت یک حق مسلم است و لازم است، اما آتش زدن اموال عمومی اعتراض نیست، خشونت بدون دلیل است. این تازه ترین نارامی نژادی در آمریکا اینجا شروع شد، وقتی که پلیس هنگام رسیدگی به یک دعوای خانوادگی این مرد سیاه‌پوست را، جیکوب بلیک، که ظاهرا مسلح هم نبود، با 7 گلوله از پشت هدف قرار داد و کشت. حالا بزرگترین تیم‌های ورزشی آمریکا هم به اعتراض برخاستند. اعتراضی که دیشب با خودداری تیم بسکتبال میلواکی باکس از بازی در مقابل حریفش در بازی‌های پلی‌آف لیگ حرفه‌ای شروع شد. بازیکنان این تیم گفتند که با این اوضاع و ادامه خشونت علیه سیاه‌پوستان بازی بسکتبال اولویتشان نیست. بعضی از تیم‌های زنان لیگ حرفه‌ای بسکتبال هم در اعتراض از بازی خودداری کردند. کسانی که می‌گویند احساس دارند و فقط بازیکن بسکتبال نیستند. بعضی از بازیکنان تیشرت‌هایی پوشیدند که پشتشان جای 7 گلوله نقاشی شده بود. ستاره ژاپنی تنیس نومی اوساکا هم از بازی در بازی‌های ATP در نیویورک صرف نظر کرده است. او در توییتی نوشته که به عنوان یک زن سیاه‌پوست احساس می‌کند مسائل خیلی مهمتری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. اعتراض‌های خیابانی به 3 شهر دیگر هم سرایت کرده. اینجا در پورتلند و همچنین در اوکلند و مینیاپولیس، شهری که همین 3 ماه پیش در آن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست، به دست پلیس کشته شد، که موج نارامی‌هایی را دامن زد و جنبشی برای پایان دادن به تبعیض نژادی در آمریکا. کسری نانجی، BBC.
در آمریکا همایش سراسری حزب جمهوری خواه برای حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. در سومین شب مایک پنس به طور رسمی پذیرفت که یار انتخاباتی آقای ترامپ باشد و در صورت پیروزی او معاون رئیس جمهوری بماند. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن در گزارشش میگوید جمهوری خواهان تلاش میکنند خودشان را حزب طرفدار نظم و امنیت معرفی کنند. گرد همایی سراسری جمهوری خواهان که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور جمعیت چندین هزار نفری برگزار می شد، همچنان در پرهیز از شیوع کرونا بدون آن جمعیت ادامه دارد. مراسمی که از نقاط مختلف اجرا شده، همراه با تصاویر پر ابهت از بناها و یادواره های ملی آمریکا. در سومین شب مایک پنس معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ از قلعه مک هنری در نزدیکی پایتخت سخنرانی کرد. نقطه تاریخی که نبرد سربازان آمریکا با ارتش بریتانیا در دو قرن پیش الهام بخش سرود ملی ایالات متحده شد. مایک پنس در این سخنرانی برای برشمردن دستاوردهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مبارزه با آنچه تروریسم اسلامی خواند، به فرمان او برای حمله به ابوبکر بغدادی رهبر داعش و همینطور قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای برونمرزی سپاه پاسداران اشاره کرد. و من آنجا بودم وقتی که رئیس جمهور ترامپ دستور داد خطرناکترین تروریست جهان را بکشند. ژنرال عالی رتبه ایرانی دیگر به هیچ آمریکایی صدمه نمی‌زند، چون قاسم سلیمانی رفته. معاون دونالد ترامپ گفت که او رئیس جمهور امنیت و نظم است. And the truth is our economic recovery is on the balance. و حقیقت این است که در این انتخابات ترمیم اقتصاد ما در معرض انتخاب است، نظم و امنیت در معرض انتخاب است، ولی خیلی اساسی تر و ریشه ای تر از این مسئله این است که آیا آمریکا آمریکا میماند یا نه. مانند مایک پنس، خیلی دیگر از سخنرانان مجمع سراسری حزب جمهوری‌خواه به مخاطبانشان گفتند که چپ‌های رادیکال یا تندرو حزب دموکرات را بلعیدند و اگر جو بایدن رأی بیاورد، دولت به دست آن تندروها خواهد افتاد. در پی چند ماه اعتراض‌ها به برخورد نژادی پلیس با سیاهان و ناآرامی‌های همراه آن، جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند خودشان را حزب حامی پلیس و حاکمیت نظم معرفی کنند. خود دونالد ترامپ هم مثل شب‌های گذشته مجمع ملی حزب جمهوری‌خواه در آن حاضر شد. در جمع 130 نفر، هرچند حضور اصلی او امشب در شب پایانی این برنامه هاست که قرار است از کاخ سفید نطق پذیرش رسمی نامزدی حزب جمهوری‌خواه را ارائه کند. در نظرسنجی‌ها رئیس جمهور آمریکا از رقیبش عقب افتاده، ولی اگر هم درست باشند، هنوز 10 هفته تا پایان این ماراتن دو حزب اصلی آمریکا باقی مانده. رقابتی که هر دو حزب میگویند انتخابی تاریخی بر سر یک دوراهی برای آمریکایی هاست. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. عامل کشتار یک سال و نیم پیش در مساجد نیوزیلند به حبس ابد محکوم شد. برانتون ترنت اولین کسی بود که چنین حکم سنگینی در نیوزیلند میگیرد. در 3 روز گذشته خانواده قربانیان در دادگاه با مهاجم روبرو شدند. نخست وزیر نیوزیلند از حکم دادگاه استقبال کرده و گفته خیالش راحت شد که ترنت دیگر رنگ آفتاب را نخواهد دید. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. این مرد 29 ساله اولین کسی است در نیوزیلند که تا پایان عمر در زندان میماند. حبس ابد بدون امکان عفو. همچنین اولین کسی که به اتهام ارتکاب جرائم تروریستی در این کشور آرام محکوم می شود. برای حمله خونبار به 2 مسجد شهر کرایستچرچ و کشتن 51 نفر 1.5 سال پیش. امروز در 4th روز دادگاه حکمی که انتظارش می رفت اعلام شد. Allah is gone, but never forgotten. 3 روز گذشته اما بیشتر فرصتی بود برای قربانیان و بازماندگان حملات تا با عامل کشتار رو در رو شوند و درد دلشان را بگویند. عبدالعزیز وهابزاده یکی از آنهاست. او همراه فرزندانش در روز حمله در مسجد بود. بعد از کشتار وقتی ترنت مسجد را ترک می کند و در ماشینش می نشیند تا به مسجد بعدی برود، اسلحه خالی ترنت را که روی زمین بود بر می دارد و با او روبرو می شود. شیشه بغل ماشین او را می شکند، اما ترنت به او می گوید همه اشان را خواهد کشت و می رود. I
من 4 تا پسرم اونجا بودن. کوچکترینشون 5 سالش بود. پسر بزرگم برادر کوچیکش رو گذاشت زمین روش خوابید که اگه تیری خورد به اون بخوره و نه به بچه 5 سالم. باید خدا رو شکر کنی که من اون روز نگرفتمت. این دوتا چشم رو که ازشون فرار کردی هیچ وقت فراموش نمی کنی. Thank you very much. اما به گفته قاضی علارغم روایت‌های پردرد هیچ نشانه‌ای از ندامت و پشیمانی در او نیست. قبل از اعلام حکم قاضی گفت اعتقاد ترنت به برتری نژادی سفیدپوستا در نیوزیلند جایی ندارد. تو از پشت به مردم تیراندازی کردی و به ناله مجروحان که خواهش میکردن نکشیشون بی‌اعتنا بودی. بهشون نزدیک شدی. بالا سرشون ایستادی و با قساوت جونشون رو گرفتی. تو فقط قاتل نیستی، تروریستی. اعتقاداتی که بر مبنای اونها جرم‌ها تو توجیه می‌کنی ریشه در نفرت نژادی و مذهبی داره، نفرتی که در بطن دشمنی تو با گروه خاصی از افراد جامعه است که برای قتلشون به این کشور اومدی. اینجا این نفرت جایی نداره، هیچ کجا جایی نداره. در بیرون دادگاه در واکنش به رأی مراسمی برپا بود، جشن و خوشحالی، اشک و گریه در غم عزیزانشان و در آغوش کشیدن یکدیگر برای همدردی و تسکین درد. نخست وزیر نیوزیلند همصدا با جامعه مسلمان کشورش از حکم دادگاه استقبال کرد. زخم حمله 15 مارس به راحتی التیام نمییابد. اما امیدوارم امروز آخرین روزی باشد که دلیل داریم اسم این تروریست را بشنویم یا به زبان بیاوریم. این جنایتی است که مثلش تا به حال در نیوزلند اتفاق نیفتاده بود و حالا مجازاتی رو میبینیم که تا حالا سابقه نداشته. اما آره، خیالم راحت شد که اون آدم دیگه رنگ آفتاب رو نمیبینه. قربانیان میگویند مجرم به هدفش نرسید. جنایتی هولناک که قرار بود باعث نفرت و تفرقه شود دلها را به هم نزدیکتر کرد. پرهام قبادی، BBC. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.